با تک تک براندازانم با تک تک پارتی ها امروز وقت ایده نیست امروز وقت ایرانه شما باید درک بکنید که چه موقعیت ویژه ای دارید بعضی وقتا حتی یک پارتی میتونه بدل به یک اتفاق بزرگ در یک شهر بشه ما به شدت نیاز مبرم به شجاعت برای انجام کارهای بزرگ داریم از تک تک شهرها از تک تک ها اخبار پیروزی میاد مردم شلوغ کردن اعتصابات عالی بوده امروز اولین باره که ما همه جا اعتصابات بازار رو میبینیم در محلات در شهرها تمام مغازه ها تعطیل کردن خود مردم هم اونایی که تعطیل نکردن رو تعطیل میکنن این یعنی اینکه ما در پروژه اعتشابات عالی عمل کردیم اما هنوز ما در پروژه اعتراضات خشمگین پیشرفت نمیبینیم شما میزنید میجنگید موتور رو با آتش میکشید اما اون بیس اون پایه های ماندگاری در خیابان رو ایجاد نمیکنید ما کم کم باید خیابان رو برای همیشه مال خودمون بکنیم شهر رو برای همیشه مال خودمون بکنیم با تک تک پارتی ها با تک تک براندازانی که سینه به سینه با ما شانه به شانه با ما در این پنج سال جنگیدن تلفات دادن عزیزان ممکنه جایشون کار آخر رو بکنه فکرش رو بکنید بنا سنگرهای جایش در برون و برزا آماده است یکیش همین تلویزیون انتراشخال ببینید با چهار تا تغییر گارد چقدر طرفدار پیدا کرده حالا نت رو قطع بکنن یعنی نت رو به قول خودشون کره ای بکنن روسیش بکنن یعنی نت بین وجود نداشته باشه چه اتفاقی وجود خواهد افتاد اگر نت وجود نداشته باشه انتراشخال وجود خواهد داشت و انتراشخال کم کم مردم رو خارجه میکنه دیگه صدای موتاها ها رو شما نخواهید شنید و این حربه به طور هماهنگ ممکنه شکل بگیره اگه شما از فرصت امروز فردا و پس فردا استفاده نکنید یعنی ما باید در چند روز آینده کار رو تمام بکنیم هنوز پارتی ها در پیوی در تلگرام دنبال موتا میگردید که موتا فلان خودت موتایی خودت رهبری الان میدان دست شماست نقش من تموم شده از روز اولی که ما این گروه ها رو زدیم گفتیم هدف تولید رهبران میدانیه الان شما رهبران میدانید هر کدوم شما یک اتفاقید یک بمب اتمی هستید عزیزان این فرصت رو از دست ندید با تک تک براندازانم با تک تک کانال هایی هستم که با من مشکل دارن ولی برندازن این فرصت رو از دست ندید به مردم بگید الان اون فرصت آخر پیروزیه از همه جا خبر خوش میشنویم بزرگترین خبر خوش اینه که آهاد جامعه فرودستان طبقه متوسط حتی اونایی که طبقه کارمند بودن طبقه زندانبان بودن خانواده هاشون در میدان به مردم پیوستن همه جا شلوغه خب رو باید تمام بکنیم شلوغی هست مواد هست ولی اندیشه براندازی نیست به خاطر اینکه آوانگارد نیستن کسی کار اول رو آغاز نمیکنه هنوز به شما میگن بانک آتیش نزنید این شهر ماست نه اونجا هیچ مال ما نیست اونجا همه چی در خدمت سپاهه ببین عزیزان عزیزان اون آقایی که اعتصاب کرده اون کارگری که الان باید میاد تو خیابون اون معلمه فردا نباید مدرسه ای باشه کارخونه ای باشه اداره ای باشه که اونا به سر کار برگردن و اینا همه یعنی اینکه که شهرها باید عوض بشه برای اینکه قیافه شهرها عوض بشه شما باید خشمگین تر بجنگید هنوز من در میدان خشم کافی نمی بینم دو تا موتور آتش میزنید فکر می کنید کردید کم کم باید به پاسگاه حمله بکنیم هنوز تظاهرات سید تکبیلی پیدا نکرده هنوز شما تظاهرات ایزایی دارید تظاهرات محل محور دارید اما ریلی نشده یعنی باید پاساژهایی بین تظاهرات محلات ایجاد بشه کم کم شما به هم بپیوندید و میدان بزرگ سرخ رو ایجاد بکنید ما نیازمندیم الان به میادین سیال پر جمعیت یعنی در تمام شهرها هدف لیدرهای میدانی این باید باشه که مردم رو سرخ بدید به سمت میدان بزرگ سرخ میدان بزرگ سرخ باید تشکیل بشه اون اگر تشکیل بشه دیگه احدی به شما حمله نخواهد کرد دیگه تمام نیروهای سرکوبگر میان از بانک ها از از ادارات از پاسگاه ها از نیروهای انتظامی محافظ از مراکز انتظامی محافظت خواهند کرد شما ناگوزی که کم کم خیابان ها رو به تسخیر خودتون در بیارید ادارات رو تخریب بکنید یعنی کارمندان و کارگرانی که با شما در خیابانند برای اینکه همیشه در خیابان بمانند دیگه نباید دقیقه کار فردا رو داشته باشند که فردا رو بریم سر کار عزیزان الان خیابان دست شماست رهبران خیابان و شهرها شمایید از ایزه از خیلی جاها اخبار خوب به گوش میرسه ولی چند تا شهر فقط دارن اکت های اساسی میکنن هنوز دلخوش به نمایشید دلخوش به کارنوالید فصل کارنوال و تظاهرات گذشته در تظاهرات ما نمایش میدیم تا همه به این نمایش بپیوندن صرف پیوستن همه به نمایش کافی نیست ما قرار پیش بریم باید حرکت بکنیم باید ادارات تسخیر بکنیم باید مراکز حساس جایش رو به تسخیر خودمون در بیاریم باید کم کم پاسگاه رو مال رو خودمون بکنیم و بگیریم اصلاحشون رو صاحب بشیم مردم باید مسلح بشن وقت مسلح شدنه وقت اداره کشور به دست خود مردمه وقت رشد خودت از پایین به بالاست برای اینکه همه اینها اتفاق بیفته باید برخی جوانان لیست بکنن برخی جوانان که ما اسمشون میذاریم لیدرهای میدانی اسمشون میذاریم پارتیزان اسمشون میذاریم برانداز الان مردم ایران همه براندازند. پارتی ها دیگه نمیتونن بگن برای شما باید سوپر برانداز باش باید باشید شما باید جنگ خشمگین رو کلید بزنید شما باید ایجاد وحشت بکنید در قافله سرکوبگران بین خانواده هاشون ملایان پاسداران پاسداران باید ببینن که فرمانده ها شون دارن از کشور فرار میکنن خانواده هاشون دارن خونهشون رو میفروشن ملاها دارن فرار میکنن این اتفاق باید هر چه سریعتر بیفته ما راهی جزی نداریم برای اینکه بیفته باید مردم رو عادت بدید به اعمال خش بسیجی پاسدار تا یه جایی میتونه بکشه وقتی ببینه وقتی میده توی کوچه میبینه همه به قول این پست بالایی سرش برقی و میز و فلان پرت میکنن یعنی کل کشور با اینا مخالف بسیجی پاسدار وقتی میره در یک کوچه ای در یک خیابانی میبینه از همه خونه ها کوکتل پرتاب میکنن یعنی اینکه همه این خونه ها همه ای ایران ضد اینا هستن اینا غاصبن اینا دشمن محسوب میشن اونا ملت ایرانن پاسداران و بسیجیان میشن اجنبی و اونهایی که نمیخوان اجنبی باقی بمونن به مردم پیوند میخورن به مردم وصل میشن الان مدتیه تمام این براندازمه ها هی میگن ارتش چرا به مردم نمیپیونده بخش بزرگ ارتش یعنی فرماندهان سپاه فرماندهان سپاه که به مردم نخواهند پیوست برای اینکه بدنه ارتش بدنه نیروهای نظامی به شما بپیونده به ما باید با تظاهرات لیلی به جمعیت های بزرگ برسیم جمعیت بزرگی در تهران در تبریز در اصفهان در شیراز در در شکل بگیره نیروهای نظامی بدنشون به شما پیوست خواهند خورد تکاورها همافرها تمام اینها این بخصوص نیروهای بدنه همشون میان اسلحه‌شون میارن پیش شما سربازها از پادگان ها با اصل فرار میکنن اصل خونه ها رو در خدمت شما قرار میدن ما برای اینکه به اینجا برسیم باید جمعیت بزرگ شکل بگیره هدف باید تظاهرات بزرگ محل معور باشه اینقدر دور از هم تظاهرات نکنید میدان های سرخی که تشکیل میشه باید حساب کتاب داشته باشند. لیدر های میدانی ابلهانه عمل نکنن صرف اینکه که ما تظاهرات موفق داشته باشیم بعد بریم خونه فقط تلفات دادنه فقط حماقت امروز 24 م فردا 25 م 26 هم باید در خیابان ماندگار باشیم برای اینکه این اتفاق بیفته باید میدان بزرگ تشکیل بدیم الان دیگه خوب نیست که یه تظاهرات سرسویل داشته باشیم یکیش نازیاباد داشته باشیم یکیش ترامپاش داشته باشیم اصلا اینا هیچ ضبطی به هم ندارن الان کم کم باید نزدیک بشیم باید منطقه معین بکنیم کدوم منطقه خیابان فاطمی و تا کشاورز تا انقلاب خیابان جمهوری و انقلاب فاطمی بریم سمت میدان آزادی که اونجا فقط یه میدان آزادیه و رای فرار نداریم باید اینا رو تدایی بکنن لیدرهای میدانی در شهرها در انزری باید ببینید که چگونه اونجا میکنیم تضاعت لیلی داشته باشیم در رشد از کمربندی ها چگونه استفاده بکنیم از سیو خورده اتوبان تهران چگونه استفاده بکنیم در شیراز از اتوبان ها چگونه شهر رو در اصفهان دور بزنیم همه اینجاها از این امکانات جدید باید استفاده بکنید تا اون میدان بزرگی که غیر قابل سرکوبه شکل بگیره خوبی تشکیل میدان بزرگ اینه که نیروهای سرکوبگری که الان مجبورن برای حفظ سمت برای ظاهر سازی جز بخشی از گاورنمنت باقی بمونن اگر میدان بزرگ شکل بگیره اگر قدرت مردمی رو ببینن اگر ببینن شما در خیابان ماندگار شدید به شما پیوست خواهند خورد یعنی شما شک نکنید بخش بزرگی از سپاه پا... از ارتش 90 درصدش نه مقام های بالا بالای سرهنگ اونا نه اونا همه پاسدارن همه کسافتن بدنه ارتش همه با شمان بدنه سپاه با شمان تمام کسانی که کنشون گوهی نیست اختلاص نکردن دزدی نکردن مال مردم نخوردن اونها ایرانی باقی ماندن اونا به شما میپیوندن شرطش اینه که میدان های بزرگ در شهرهای بزرگ تشکیل بشه اینکه فقط بزرگواران ایزجی برن ایزج رو بگیرن و تنها بمونن به بقیه خوزستان که آین نکنه اونها فدا میشن اینکه فقط سرقز بره شهر ما رو خودش بکنه یا کردستان فقط عکت بکنه بقیه اصطان تماشا بکنن کردستان فدا میشه همه باید کرد باشیم همه باید گیلک باشیم همه باید ببینیم بلوچها ها رو وقتی ایده ایده ذهنی وقتی موتیف مقید اساسی نباشه شما رو با اسلام با بلاحت فریب میدن فریب نخورید پارتی بدونه وقت فریب نیست تعجیل کن الان یه عده که اصولگرا هستن پاسدارن حراستی هن کارد و خمه و تفنگ دستشونه یه دم تفنگ نم در تلویزیون ها بستن هیچی خطرناکه از انتراشقال از تلویزیون های برون درزی نیست اگر اینترنت قطع بشه دیگه صداهای ها رو نخواهید داشت دیگه واقعیت میدانی ساخته نخواهد شد اینها شما رو فریب میدن مثل جنبش سبز همون حرامزاده هستن حرامزادگی توبه نداره حرامزاده حرامزاده تا عبد و در باقی خواهد ماند و خواهد مرد پس حواستون باشه از این فرصتی که بعد از چهارده قرن نصیب ایرانیان شده نهایت استفاده رو بکنید ساتراپهایی که از شهرهای در شهرهای مختلف هستند جان ساتراپی رو اجرا بکنید تمام پادشهران پادشهران و پارتیزان ها هر جا که هستید حفظ موقعیت بکنید شهرها اداره شهرها رو باید در دست بگیرید این تنها راه مبارد پیروزی ماست کوچکترین غفلت شما یعنی شکست این فرصتی که به دست داده شده با این تظاهرات با این اعتصابات شکیل با این مبارزات خیابانی اساسی این باید گل بکنه داریم نزدیک میشیم الان اوج تظاهرات هوا تاریک شده و شما باید کولاک بکنید تک تک این چیزها رو باید اجرا بکنید بدون پرفورمنس ما رهایی نخواهیم داشت شکست جایش رو نخواهیم داشت با مغز به جنگید فقط مغز مسلح پیروز خواهد شد